درود، وقتتان بخیر. خوش آمدید به خبر امشب پنجشنبه 23 عقرب سال 1398 هجری خورشیدی که برابر می شود با 14 نوامبر 2019 میلادی. سرخط خبرها: اعلام نشدن نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری. نتایج کلی مقدماتی اعلام خواهد شد، اما تاریخ از را هنوز کمیسیون تعیین نکرده که چه وقتی. نگرانی از تجاوز جنسی بر صدها دانش آموز در لوگر. مختنم داده سی گاردین مجلد رسمان دی لوگر شریف و خلقونا دوست خلقونا معذورت واغواری. بدتر شدن وضعیت محیط زیست در افغانستان. انتقاد از خاموشی حقوق بشر در مورد رهایی سه عضو شبکه حقانی. و نقض آتش بس میان گروه جهاد اسلامی و اسرائیل در غزه. به این مجموعه خبری خوش آمدید. من بیژن آریان هستم. کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست تا بار دیگر نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده اعلام کند. هرچند کمیسیون پیش از این اعلام کرده بود که 23 عقرب نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می کند. اما این کمیسیون با دلایلی از این کار عاجز مانده. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که پس از بررسی ها تاریخ جدید برای اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد. پنجشنبه 23 عقرب تاریخ گفته شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام نتیجه ابتدای انتخابات ریاست جمهوری. اما کمیسیون مستقل انتخابات برای دومین بار این تاریخ را نقض کرد و نتوانست تا نتیجه ابتدای را در زمان اعلام شده به مردم ارائه کند. بعد از اینکه کارهای ما یک مقدار پیش رفت، جدول زمانی بعدی را به قسمت اعلان نتایج مقدماتی با شما شریک خواهد ساخت. پس از انتقادها در مورد روند بازشماری و تفتیش آرا، کمیسیون این روند را متوقف ساخت. اکنون سخنگوی این کمیسیون میگوید که به اساس دستور رهبری به زودی روند بازشماری از سر گرفته می شود. فضا مناسب تر شود، همکاری دوستای ما بیشتر شود، این پروسه یا این روند ملی و دموکراتیک حمایت بکنند که با حمایتشان در واقع ضمانت بیشتر بر شفافیت انتخابات باشه. ما خواستیم که متوقف کنیم، پس دوباره به اساس فیصله رهبری دوباره با شماری شروع خواهد شد. از سوی دیگر شماری از دسته‌های انتخاباتی میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم آنان را در مورد روند بازشماری آرا قناعت دادن نتوانسته است. شما میفهمین که چهار موضوع اساسی مورد بحث است: آرایی که مبنای بایومتریک ندارن یا به که تقریبا به رأی گفتن نمیتونیم، 137,000 رای که بعداً اضافه شده و ما نمیدانیم چی است، 102,000 رای خارج تایم. تقویم د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده. هر څومره چې کمیسیون تقویم ځنډوي دا د تفتیش وړ ده، هم د موږ لپاره هم د افغانستان ولس لپاره. کمیسیون مستقل انتخابات در نخست اعلام کرد که نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در 27 میزان و نتیجه نهایی را در 16 عقرب اعلام می کند. اما سپس کمیسیون گفت که به دلیل مشکلات نتیجه ابتدایی در 23 عقرب اعلام می شود. کردو تقویم از این کمیسیون نقض شد. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که شبکه جامعه مدنی لوگر از یک حلقه بچه بازان که مسئول سوء استفاده جنسی است 546 دانش آموزان پرده برداشته. بر بنیاد این گزارش، پنج خانواده پس از نشر نوارهای ویدیویی کودکانشان در شبکه‌های اجتماعی آنان را به قتل رساندند. بر علاوه دست کم 25 پسر آسیب دیده مجبور به ترک مسکن شدند. ریاست معارف لوگر با رد این خبر خواهان ارائه شواهد معتبر در مورد شده و از نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌خواهند این خبر را با جدیت پیگیری کنند. علی اصغری. بدرفتاری جنسی با بیش از 500 دانش آموز در لوگر، تیتر درشت روزنامه بریتانیایی گاردین. با قول از این روزنامه، یک گروه بچه بازان که دست کم از 546 پسر در 6 مکتب ولایت لوگر سوء استفاده کردند افشا شد. با گفته فعالان که نخستین بار نوارهای ویدیویی سوء استفاده را در یک صفحه فیسبوک کشف کردند، برخی از قربانیان این سوء استفاده ها از آن زمان به بعد به قتل رسیدند.
در میان قربانیان یک کودک 13 و دیگرش 15 سال سن داشتند و هویت عاملان اصلی هنوز نامعلوم است. تمامی این اداها را ریاست معارف لوگر رد می کند و می گوید روزنامه گاردین در این مورد باید شواهد را ارائه کند. در گزارش ډیر به اساس ایزبولم او غوښتنه مې داده چې ګارډین مجله رسما د لوګر شریف خلکو نه علم دوست خلکو نه معذرت وغواړي. وزارت معارف میگوید اگر کدام شکایت در برابر کارمندان این وزارت ثبت شود به آن رسیدگی می شود. میزد اگر استاد رفتار نامناسب با شاگردان داشته باشند مطابق به قانون مجازات خواهند شد. اما خبر ګارډین را معارف کشور هم رد می کند. یک خبر تکان دهنده هست. ما در ولایت لوگر مفاسد اخلاقی گرافش الحمدلله به حد نهاییش پایین است. چی مانده ای که استادای ما به همچو اعمال دست بزنند؟ در بخش از گزارش گاردین آمده است که سازمان جامعه مدنی، مؤسسه جوانان اجتماعی و مدنی ولایت لوگر پس از کشف بیش از 100 فیلم در سایت رسانه‌های اجتماعی میزان سوء استفاده ها را افشا کرد. این نهاد در حال پژوهش در مورد سایر لیسه های این ولایت است و اعتقاد دارد که ممکن هزاران کودک دیگر مورد استفاده قرار گیرند. خانواده خالد، فردی که روز گذشته در برابر یک دانشگاه خصوصی در کابل کشته شد، پسر و محافظان الماس زاهد یک تن از مشاوران رئیس جمهور غنی را متهم به این قتل می کنند. خالد کارمند یکی از نهادهای امنیت ملی بود و 3 فرزند دارد. اما الماس زاهد دست داشتن پسرش را در این قتل رد می کند. مراسم نماز جنازه خالد و یک کارمند یکی از واحدهای ریاست امنیت ملی بود و روز گذشته پس از یک مشاجرت در برابر دانشگاه خصوصی کاردان در مربوطات حوزه 4 پلیس کشته شد. خانواده و نزدیکان خالد می گویند که پسر محمد الماس زاهد مشاور رئیس جمهور غنی پس از مشاجره خالد را با شلیک گلوله در برابر چشم مردم کشته است. کایزری مه میزنه موتر خالد وقتی که پایین میشه جنجال بودیگارداش که تیزی دستاندوزی میکنن دینمی جنگ کتی بودیگارداش بچه خودم الماس پایین میشه و امیدی کتی مرمی زده شه. اما محمد الماس زاهد دست داشتن پسرش را در این قتل رد کرده میگوید که یک تن از محافظان پسرش دست به این قتل زده و اکنون فراری می باشد. وزارت داخله می گوید که در این مورد بررسی ها را آغاز کردند. برای پلیس در بخش گرفتاری متهمین این مهم نیست که عاملین با کی چی رابطه داره. عامل هر کس باشه دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. این قضیه هم به گونه جدی تحت تعقیب و بررسی پلیس کابل قرار داره. دانشگاه کاردان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نه قاتل و نه هم مقتول دانشجوی این دانشگاه بودند. دانشجویان خانه تطبیق قانون به صورت یکسانند. باید آخر قانون تطبیق شوه. چی زور لطبه باشه چی پایین لطبه باشه یک موضوعی نیست که خیلی عادی باشه. و یک نسل جوان افغانستان، یک شاگرده که میخواست افغانستان یک چیز کنه دیجه زندگی خود از زاده. این وضعیت در روزه دانشگاه خصوصی است. شماری از فرزندان و نزدیکان مقامهای دولتی چندین محافظ و موترهای شیشه دودی را برای محافظتشان به دانشگاه ها می آورند. یا مسئل باید هم یا موتر گیرشی هر مسئل سر پینزه و لس باری گردان رازی. کارگری فرزندان شماری از مقام ها از موقف های حکومتی حرف تازه این نیست. دانشجویان و شهروندان بارها از برخورد های زشت چنین افراد انتقاد کردند. آلودگی هوا در افغانستان کشنده تر از حملات هراس افغانی است. نهادهای بین المللی هوای جهان گفتند که وضعیت آب و هوا در افغانستان خطرناک شده است. بیش از این در گزارش. آلودگی هوا در افغانستان به ویژه در شهر کابل نگرانی های جدی را نسبت به ادامه زندگی در این شهر به وجود آورده است. کابل شهر است که با داشتن جمعیت تخمینی حدود 6 میلیون شاید آلوده ترین پایتخت جهان باشد. نهاد بین المللی هوای جهان گفته است که در سال 2017 میلادی 26 هزار تن در افغانستان به دلیل مبتلا به امراض ناشی از آلودگی هوا جانهایشان را از دست دادند. آلوده هوا به ویژه در پایتخت کشنده تر از حملات حراس افغانانه خوانده شده است. یک دشمن دومی را خطاب کرده میتونیم که دشمن تروریستی دیگه هست که افراد ملکی را از بین میبره. اوندل تا دوی ژوند کوي او دل تا دوی د خطرناک مرزونه خطرناک پیښه ورته پیښېدلی شي نسبت انتحار او انفجار نه.
تردد موترهای کهنه، مصرف مواد سوخت بی‌کیفیت، استفاده از زغال سنگ، زباله و پلاستیک عمده‌ترین عوامل آلودگی محیط زیست در افغانستان گفته شده است و بیشتر تلفات نیز ناشی از آلودگی هوا داخل خانه محلات زیست بوده است. از دوستا بود امراض تنفسی پیدا کرد که بالاخره از انمو امراض او وقتی که پیشرفت کرد و با معاینات اینا به هند بردنش دیدن که باعث سرطان از این شخص شده بود. اداره محیط زیست افغانستان نیز وضعیت آلودگی محیط زیست در افغانستان با ویژه کابل را تاسفوار میخواند، اما تلفات با رقم بلند را نمیپذیرد. آمارا رو که در افغانستان را میکنن آمارای دقیق نیست، با توجه به اینکه همه کسایی که از بین میرن آسیب شناسی و کلبچکافی نمیشه. گزارش ها میرساند که افغانستان در سال روان زمستان سختی را در پیش داشته باشد و استفاده از مواد سوختی بی‌کیفیت برای گرم کردن خانه ها وضعیت محیط زیست را از این بدتر خواهد کرد. موضع‌گیری کمیسیون مستقل حقوق بشر در پیوند به رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی جدی نیست. نهادهای جامعه مدنی و سیاسیون میگویند که نیاز کمیسیون حقوق بشر در برابر جنایتکارانی که از امتیاز معافیت برخوردار میشوند موضع جدی و مستقل داشته باشد. در همین حال کمیسیون حقوق بشر میگوید که نگران رهایی این زندانیان و استمرار فرهنگ معافیت در کشور است. علی اصغری. شبکه حقانی گروهی که با پیام کافران بترسید و ما میاییم 18 سال تمام در برابر نظام و مردم افغانستان جنگیده است. بدهی بود که رهایی سه عضو برجسته این گروه از بند حکومت ارگ را با موج از انتقادها روبرو نکند. همه طرفها و آزادی خواهان افغان این عمل کرد و حکومت را با انتقادهای تند جواب دادند. انتظار هم داشتند که کمیسیون مستقل حقوق بشر هرچی عاجل این اقدام حکومت را نقد کند، ولی دو روز کمیسیون سکوت کرد. یک ذهنیت متضاد به ایجاد است که برخی انتقاد میکنن حکومت. باور من این است که کمیسیون مستقل حقوق بشر باید از احتیاط بیش از حد استفاده کرده باشه. این مورد شبکه حقانی مسئولیت خونین ترین حملات هراس افغانانه را در افغانستان به عهده گرفته بود و تا جایی که انس حقانی و حافظ رشید هم به حبس ابد محکوم شد. اما سکوت دو روزه کمیسیون حقوق بشر در این مورد باورها را بر آن داشت که این نهاد استقلالیت ندارد. توقع می رفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر جنایات جنگی که گروه های تروریستی در افغانستان مرتکب میشن و به خاطر جنایتکارانی که متاسفانه از امتیاز معافیت در افغانستان برخوردار میشن موضع بسیار سریع و مستقل خود اعلان میکرد. در روز سوم کمیسیون حقوق بشر با نشر اعلامیه تاکید کرده است که در هر مرحله گفتگوهای صلح حضور و سهمگیری قربانیان جنگ لازمی است تا از این طریق صلح پایدار و عادلانه در افغانستان تامین گردد. همیشه روی ازی که حقوق قربانیان، حقوق خانواده های قربانیان و مسئله حق العدی در نظر گرفته شده باشه، هیچ وقت ما به این قانی نیستیم که سر حقوق العدی معامله صورت بگیره. کمیسیون حقوق بشر میگوید اگر طرف های درگیر جنگ و جامعه بین المللی به حقوق بشری قربانیان و مطالبات شهروندی آنان در روند گفتگوها توجه نکنند، باورمندی مردم بر روند صلح کاسته می شود. خانواده دو کودک جان باخته در حمله موتربم روز گذشته می گویند که حکومت توانایی تامین امنیت شهروندان را ندارد. آنان که در سوگ عزیزانشان نشستند می گویند که هیچ خواستی از حکومت ندارند، زیرا این حکومت پاسخگو نیست. بستگان این کودکان جان باخته به خبرنگار آریانانیوز از آرزوهای نیمه تمام قربانیان این حمله حکایت کردند. روی گلیم ماتم نشستند و اشک و ودای همیشگی نزدیکانشان را میریزند. نزدیکانی که با 1001 امید قربانی حمله هراس افغانانه روز چهارشنبه شدند. دنیا و حدیث، خواهر و برادری که در حمله موتربم به روز گذشته جانهایشان را از دست دادند و برای همیش آرمانها و آرزوهایشان را به خاک بردند. صبور صمدی پدر این دو کودک است که جان باختن عزیزانش توان حرف زدن را از وجودش ربوده بوده و در مراسم فاتحه خوانی دو عزیزش نشسته است. پدر دنیا و حدیث شوکه است و
وضعیت روانی خوب ندارد. پاکای این دو کودک می گوید هیچ خواست از دولت ندارند، چون دولت توانایی تامین امنیت خود را ندارد، چه رسد به مردمان کشور. امروز که به شهادت می رسد شوش سالگیری هفت سالگیر از ایره تجلیل می کنند. دیگه وقتی که صبح میشه میخواد که طرف مکتب بره، مادرش میگه که امروز من نمیخوام مکتب برم. مادرش میگه بچم نزدیکای امتحان است، برو مکتب. وضعیت صحیح خانواده ای که دو توته جگرش به زیر خاک میره، پدر نمیتونه در تشییع جنازه توته جگر خود شرکت بکنه، طفل دیگه در حالت کما در شفاخانه است. وضعیت صحیح مادر چگونه است که یک توته جگرش در این پالوش است و توته جگر دیگهش در پالوی دیگهش و در بین دو تابوت شیشته؟ کودک دیگر نیز در این رویداد قربانی شده است. نامش مصطفی بود و دانش آموز صنف اول. نزدیکان مصطفی از آرزوهای نیمه تمام او حکایت می کنند. همیشه ما وقتی که در پیچکش و پلاستیک پا کار داشتم یا در برق کار میکردم، همیشه وام میامد. علاقه زیاد داشت به حساب تکنیک، همیشه میخواست که یک چیز یک دست بزنه، یک چیز خراب کنه، جور کنه. بالاخره بسیار زیاد علاقه داشت، ولی طفلک آرزوی خود کلش به گور برده. حکومت از بهر رهایی سه عضو کلیدی شبکه حقانی از زندان به شدت انتقاد میشود، اقدامی که به دنبال یک حمله موتر بمب بر خانه های شماره گلیم غم هموار کرد. از دولت اصلا تقاضا نداریم، چون بسیار گپ بسیار وقت است که انتاریا میشه، انتاری میشه و همه مردم داد میدن، کسی به دادشان نمیرسه. ما از مردم خود بالای مردم صدا میکنیم که باید بسیج شون و سرنوشت خود خودشان تغییر بدن. حمله موتربمب روز گذشته بر موتر یک نهاد خارجی جان 12 تن را گرفت و بیشتر از 20 تن دیگر را راهی بیمارستان ساخت که بیشتر قربانیان غیر نظامیان و کودکان بودند. حمله ای که پس از رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی اتفاق افتاد. با رویدادهای اقتصادی تا دقایق دیگر باز می‌گردیم. و این بخش هم خوش آمدید. برای نخستین بار یک سردخانه معیاری از سوی سکتور خصوصی در شهر کابل ایمار شده است. این سردخانه گنجایش نگهداری 5000 تن محصولات کشاورزی را در یک زمان دارد. هزینه ایمار این سردخانه 5 میلیون دلار آمریکایی است و قسمت‌های زیاد آن تکمیل شده. این سردخانه به سطح کشور بزرگترین و معیاری‌ترین سردخانه است که کار بخش‌های زیاد آن تکمیل شده و در حال حاضر 2000 تن سیب در آن نگهداری می‌شوند و ظرفیت کل این سردخانه نگهداری 5000 تن محصولات کشاورزی در یک زمان است. به گفته مسئولان این سردخانه می تواند هزاران تن میوه تازه و سبزیجات را برای 6 ماه نگهداری کند. انگور می توانیم 3 ماه نگهداری کنیم، انار می توانیم 6 ماه نگهداری کنیم، سیب می توانیم 6 ماه نگهداری کنیم و رومی را بانجان رومی را می توانیم 2 ماه نگهداری کنیم و مالتا را 6 ماه نگهداری می توانیم بکنیم. مسئولان در اتحادیه صادرکنندگان میوه تازه نیز میگویند که اعمار چنین سردخانه ها میتواند میوه تازه را از بحران کنونی بیرون کند و باید شمار آن زیاد شوند. مگر حکومت که هر قدر گفتیم گوش شنوانه بود که کس مشنید و عکس العمل اجرا میکد، سردخانه جور میکد. بهتر از این است اگر راه امکان داشته باشد به سکتور خصوصی بده، 100% به نفع تاجر است، به نفع دیقان است، به نفع بزگر است، به نفع دیاقین است، یا خب به نفع همگی است، به نفع می تجارت است. وزارت تجارت نیز از این اقدام استقبال کرده، تاکید میکند که سکتور خصوصی را برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش تشویق میکنند. و ما از هر نوع سرمایه گذاری سکتور خصوصی برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری و اقتصاد کشور استقبال میکنیم. به مخاطر همکاری بسیار نزدیک با سکتور خصوصی داریم. سرمایه گذارانی که این سردخانه را اعمار کردند میگویند که در نظر دارند تا مشابه آن را در بیش از 20 ولایت کشور اعمار کنند تا مشکلات کشاورزان در این مورد حل شود. بهای ارزها یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 26 پول، یک یورو 86 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 73 پول، 1000 کلدار پاکستانی 498 افغانی و 1000 کلدار هندی 1100 افغانی.
رویدادهای ورزشی هم پس از رفت و برگشت. با بخش ورزشی هم خوش آمدید. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان رقابت‌های پنج جانبه جنوب شرق آسیا را با شکست آغاز کرد. ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور امروز در نخستین دیدارشان در این رقابت‌ها با حساب 4-2 برابر تایلند میزبان تن به شکست دادند. ساحلی پوشان کشور قرار است در دومین بازیشان فردا به مساف چین بروند. ملی پوشان فوتبال ساحلی کشور سومین دیدارشان را 16 نوامبر برابر ویتنام برگزار می‌کنند و در چهارمین بازی خود 17 نوامبر با مالزی دیدار خواهند کرد. رقابت‌های استعدادیابی نونهالان و نوجوانان ووشو امروز در کابل آغاز شد. این پیکارها با حضور بیش از 100 ورزشکار از 35 باشگاه شهر کابل در رده سنی 8 تا 14 سال برای دو روز برگزار شده. رقابت‌های استعدادیابی نونهالان و نوجوانان ووشو در 11 کلاس وزنی در حالی برگزار می‌شود که هفته پیش این مسابقات در بخش بزرگسالان و جوانان برگزار شده بود. در ادامه رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال NBA آمریکا، بامداد پنجشنبه لس آنجلس با حساب 120-94 گلدن استیت را شکست داد. در این بازی لبران جیمز 23 امتیاز و 12 پاس گل و کایل کوماز 22 امتیاز برای لس آنجلس کسب کردند. در دیگر بازی بسکتبالران تورنتو خودشان را آزمودند و با حساب 114-106 بر پولند غلبه کردند. وضعیت هوا. کابل بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 5. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. جلال‌آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 12. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. و غزنی نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 2. ممنون از همراهیتان در آریانا.